سلام، بعد از 4 ماه اومدم با نقد ضد جوش صدا. اگه یادتون باشه من 4-5 ماه پیش درگیر آکنه کمر شدم، خیلی هم شدید بود، جوشای بزرگ دردناک میزدم و جاشم میموندش. بعد توی اینترنت گشتم که یه محصول ایرانی پیدا کنم و ببینم که اصلا جواب میده یا نه. قبل از اون یه نکته میخوام بگم، این که من از دوران بلوغم با آکنه کمر درگیر بودم، دکتر زیاد رفتم و خب روش هایی که به هم پیشنهاد میدادن خیلی موقت بودش و دوباره برمیگشت. آکنه کمر من ژنتیکیه و خیلی ربطی به کبد و مسائل دیگه نداره. موقعی که درگیر مسائل هورمونی هم میشم، مشکلات هورمونی میشم، عود میکنه این مسئله. خب من از شامپو شروع میکنم. این الان سومین شامپویی که دارم استفاده میکنم، یعنی سومیش که نه، این الان سومیه که خریدم. راستش یه چیزی که من متوجه شدم، سری اولشو قبل از عید خریدم، حدودا فکر میکنم بهمن بود خریدم، بویی که داشتش یکم با این سری جدیدی که گرفتم فرق میکرد. بوی اولیه خیلی بوی اسپورتی و خیلی بوی خوبی بودش و کلن لذت بخش بود وقتی باهاش حموم میکردی، ولی توی سری جدیدش یکم بوش کمتر شده. البته خب خود اون عطر استفاده کردن تو محصولات یکم این مسئله جوش دادن رو تشدید میکنه. مورد مثبتی میتونم بگم باشه، ولی خب من اون بو رو خیلی بیشتر دوست داشتم. این شامپو فاقد الکله و فاقد پارابن و SLS و SLES هستش. این شامپو بدن بدون ترکیبات صابونی شما به راحتی میتونید استفاده کنید. برای چربی پوست و آکنه مناسبه و خاصیت آنتی باکتریال داره و باعث میشه که جوش های شما از بین بره. توی سالیسیلیک اسید داره و زینک گلوکونات. قصاره آسپریا اولماریا داره که باعث کنترل ترشح چربی میشه. خب من اینو هر وقتی که حموم میرفتم استفاده میکردم. توصیه میکنم بهتون از این لیفایی که خیلی خوب کف میکنه بخرید و از کفش استفاده کنید. مستقیما با دستتون روی بدنتون نزنید و اینکه وقتی این شامپو رو استفاده میکنید واقعا جلوی ترشح چربی رو میگیره و اصلا احساس خشکی و کشیدگی پوست بهتون دست نمیده و باهاش سفیدک نمیزنه بدنتون یا اصلا پوست ریزی نداریم باهاش. اما اسپری ضد جوش آردن، ببینید این دوتا محصول برای بدن، برای پوست صورت نیستش. برای پوست صورت هم محصولات دارن که میتونید برای تهیه کنید. من خودم استفاده نکردم، فقط این دوتا محصول دارم. این اسپری ضد جوش بدن آردن هم ترکیبات مشابه شامپو رو داره، یعنی توش سالیسیلیک اسید داره و گلوکولیک اسید و من اینو بازم مستقیما رو پوستم استفاده نمیکنم. میتونید استفاده کنید، مشکل نداره، ولی وقتی که از پنبه استفاده میکنید برای جوش هاتون، علاوه بر این که توی مصرف صرفه جویی میشه، اون ناحیه جوش هم بهتر تمیز میشه، یعنی تأثیرش بیشتره. ولی میتونی مستقیم استفاده کنی. بعدی مستقیم استفاده کردن اینه که باید بذارید پوستتون کامل خوش بشه بعد لباس بپوشید، ولی وقتی از پنبه استفاده میکنید کاملا راحت هستید، بعدش میتونید قشنگ هر فعالیتی که دارید انجام بدید. این قیمتش 150 تومن بود. من سری اول این شامپو رو فکر میکنم حدودا 76 تومن خریدم، ولی الان یکم مبلغش گرونتر شده. آخرین بار چند خریدم؟ یادم نمی آخرین بار چند خریدم، ولی خب 35% گرونتر از سری قبلش شده بود. و اینکه اینو من هر این اسپری ضد جوش رو من هر شب
به بدنم میزنم و میتونم بگم که این دوتا با هم واقعا تاثیر گذاشته روی کنترل جوش من و چربی پوست من، ولی روی لکه ها خیلی تاثیر نمیذاره. من برای اینکه لکه هام از بین بره باید یک محصول دیگه استفاده کنم. الان تو این 4 ماهی که من دارم از این محصول استفاده میکنم میتونم بگم که تو مثلا جوش هایی که تو این ناحیه در میاد خیلی سریع تاثیر میذاره، یعنی روی قسمت قفسه سینه یا بازوها خیلی تاثیر میذاره، اما رو کمر یکم دیرتر تاثیر میذاره. نمیگم تاثیر نمیذاره، کندتر پیش میره. نمیدونم حالا چرا اینطوریه، واسه من اینطوری بود. و اینکه این یه چیز، یه خوبی دیگه این محصول اینه که روی پوست مرغی هم تاثیر میذاره و پوست مرغی شما رو کنترل میکنه. من به شدت پشت بازوم آرزه پوست مرغی بودم و الان خیلی کمتر شد، نمیگم از بین رفته، ولی خیلی تاثیر گذاشته روش. و واقعا این دوتا محصول رو میتونم بگم بهترین محصول ایرانی بوده که من توی این مدت استفاده کردم و برام تاثیر گذاشته. امیدوارم که این نقد من هم براتون مفید بوده باشه. در مورد آکنه کمر توی کپشن براتون مینویسم. اگر شما هم درگیر این مشکل هستین، اولین راهی که بهتون پیشنهاد میکنم اینه که سراغ دکتر برید، علت آکنه کمرتون مشخص بشه، بعدن درمان رو شروع کنید. خودسرانه درمان نکنید، چون ممکنه که هزینه زیادی بکنید و جواب نگیرید. من سعی میکنم یه ضد لک خوبم برای بدن پیدا کنم و برای شما معرفی کنم اگر مثل من مشکلات آکنه کمر دارید. از اینکه به این پست من توجه کردین ممنونم. لایک و کامنت و شیر فراموش نشه. خدافظ.